آماده است. سر باید کولر درست کنیم. آیا با سلام، روز مادر واقعا یک روز استثنایی است در زندگی همه انسان‌ها و در همه جای دنیا خیلی در موردش صحبت میکنند. شعرهای بسیاری سروده شده در مورد مادر و مقام مادر صحبت زیاد شده و هر تقدیر مادر یک بانو هست، یک زن هست و مقام زن از دیرباز تاریخ در فرهنگ ایرانی جایگاه ویژه‌ای داشته و بزرگان ما، بزرگان ادب و فرهنگ ما در طول تاریخ مقام زن رو همیشه گرامی داشتند و خیلی تلاش کردند در بیان کردن برابری انسان‌ها، زن و مرد، و اینکه زن به خصوص یک مقام ویژه‌ای داره و یک تقدسی داره در فرهنگ ما. من یکی از مطالبی رو که چندین سال پیش در یکی از روزنامه‌های ونکوور نوشته بودم و چاپ شده بود، با اجازتون اون مطلب رو می‌خونم. در مورد سیمرغ هست که یکی از بزرگترین سمبل‌های فرهنگی ماست و در واقع سمبل یک بانو هست، یک زن و یک مادر. چون سیمرغ به دلیل اینکه یک زن بوده، کودکی رو که فرزند خودش هم نبوده به فرزندی قبول میکنه و بزرگ میکنه و پرورشش میده و آموزشش میده و اینو به صورت یک قهرمان و یک انسان نمونه در میاره و این خیلی سمبولیک هست. فلسفه سیمرغ یک فلسفه هست که از ایران به کشورهای مختلف رفته، مثل پاکستان، هند، چین و حتی ژاپن، و خیلی ها از بزرگان فرهنگ جهانی روی مسئله سیمرغ و فرهنگ سیمرغ کار کردن و تحقیقات بسیار زیادی کردن. من با اجازهتون این مطلب رو میخونم. دنیا پر است از سیم و شما می توانید از بیشمار سینهای عالم هر کدام را که خواستید بردارید، اما من از میان همه سینها سیمرغ را انتخاب می کنم. هر چند گنجشکی کوچکم و هر چند روی شاخه نازک زندگی نشستم، اما دلم بیتاب پر زدن در هوای قاف است. بیتاب آن کوه بلندی هستم که روی لبه جهان است و آن طرف دیگرش خاکی نیست و زمینی و همش آسمان و همش ملکوت است. اگر سیمرغی هست، پس گنجشک ماندن و بلبل ماندن و طاووس ماندن گناه است. باید رفت و بسیار رفت، باید پر زد و بسیار پر زد تا آهسته آهسته سیمرغ شد. اگر سیمرغ را می‌خواهی باید سفر کنی و این سفری سخت است، بسیار سخت، اما باید خوشحال باشی و سرخوش و بروی و سادگی تو شرط باشد و باید یاد بگیری که کمتر سخن بگویی و بیشتر عمل بکنی. پس سکوت زبان این سفر است و هرچی میخواهی طعم سبکی را بیشتر میچشی. من سفره‌ای به بزرگی جهان پهن میکنم و هفت سینی میچینم از سفر و سادگی و سکوت و سبکی و سرخوشی، اما همه این سینها تنها در کنار سیمرغ زیباست که سین هفتم هفت سین جهان است. این نوشته، البته این از عرفان نظرآوری است. به دست آوردن تساوی حقوق، پیشگیری از خشونت بر علیه زنان، این مطلب و مدارک در ایژیا پاسیفیک ادوایزری فورم بخش تساوی حقوق و با هماهنگی سیمرغ که یک سازمانی است ایجاد شده در پاکستان، سازمان برابری زن و مرد، و در حضور قضات تهیه گردیده در ژانویه 1999 در لاهور پاکستان. باید به عرضتون برسونم که زنهای مبارز پاکستان که در واقع در مقاطع بسیار زیادی از تاریخ
جزء یک از ملت‌های ایرانی بودن و جزء امپراتوری ایران و فرهنگ مشترکی با ما دارن، برای مبارزه بر علیه تبعیض نهاد و سازمانی درست کردن به نام سیمرغ که آرمشون هم نوشته سیمرغ به خط فارسی هست، به صورت عمودی که نموداری هست از جهش در واقع اینها و کاری که دارن انجام میدن. این مطلب به بررسی توافق در سطح عالی نسبت به برابری حقوق زن و مرد و جلوگیری از خشونت‌ها علیه زنان بر اساس حقوق بین‌المللی نشر گردیده و به خصوص در ارگان‌های نظیر صدا و دوا که به زبان فارسی خودمون صدا و دوا به معنی مرهم و دوا هست و راه چاره، این یکی از شاخه‌های سیمرغ هست که سازمان زنان مبارز و آزادی خواه در پاکستان ایجاد کردن. نویسنده ایده برابری رو به خوبی روشن و آشکار می‌کند و تفاوت نمونه‌های مختلف برابری را که در جوامع مختلف مطرح است مشخص می‌کند که چگونه اصول برابری با همراهی زندگی زن و مرد نتیجتاً تغییر کرده و او خط تغییرات این برابری را در زمان و مکان به تصویر می‌کشد. نویسنده محدودیت‌های انواع مختلف برابری رو روشن می‌کند و خشونت‌های علیه زنان را به طرز مشهودی نمایان می‌سازد. او این نابرابری‌ها را بسیار عمیق نشان می‌دهد و معتقد است که همه قضات علم و آگاهی نسبت به این فجایع و تضییع حقوق انسانی دارند و زبان برابری را به خوبی می‌دانند. لازم است مختصری راجع به کاترین فریزر، یک بانویی هست، یک بانوی تحصیل کرده که و مبارزی که جذب سیمرغ و فلسفه سیمرغ شده. ایشون در جهت برابری حقوق متساوی برای همه انسان‌ها تلاش بسیار کرده. در مورد ایشون باید بگم که عالی جناب قاضی کاترین فریزر در نیو برانزویک کانادا به دنیا اومده و در دانشگاه آلبرتای کانادا تحصیلاتش رو انجام داده، در رشته حقوق فارغ التحصیل شده و فوق لیسانس حقوق رو در سال 1972 دریافت کرده. او به عنوان وکیل و حقوقدان کارش رو در ادمونتون شروع کرد و مشغول به کار شد با تمرکز بر روی حقوق تجاری. در سال 1983 به عنوان رئیس سرویس روابط عمومی کارمندان در یک قسمت شهر آلبرتا برگزیده شد و در همان سال به عنوان نماینده ملکه انگلیس انتخاب شد و کارنامه اصلی او زمانی شروع شد که در سال 1989 وارد دستگاه سلطنتی شد و به درجه ریاست دادگاه تجدید نظر در سال 1991 و سپس به عنوان رئیس دادگستری آلبرتا برگزیده شد و در آخر همان سال به عنوان رئیس دادگستری آلبرتا در واقع برگزیده شد. حقوق به عنوان بازتابی از نیازهای اجتماعی است که در رابطه با فرهنگ‌های مختلف و بر اساس فشارهای اقتصادی، مذهبی، شرایط مختلف سیاسی شکل گرفته. در جامعه چند فرهنگی کانادا ترکیبی از آداب و رسوم مختلف که شامل ملیت‌های گوناگون مانند هند، پاکستان، نپال، بنگلادش، سریلانکا، فیجی و غیره است داریم. لازم است که در اینجا این نکته بسیار مهم را مطرح بکنم که شاید برخی بدون توجه به عمق مطالب فکر کنند که این موارد چه ربطی به سیمرغ و فلسفه اون و فرهنگ فارسی داره. باید با صراحت و روشنی عرض کنم خدمتتون که ملت‌های بسیاری که به ارزش‌های فرهنگی فارسی ارج می‌نهند، مثل افغان‌ها، تاجیک‌ها، پاکستانی‌ها، هندی‌ها و غیره، در گذشته و مقاطعی از تاریخ جز ملت‌های مختلف ایران بزرگ بودند و به خصوص خواهران و برادران تاجیک و افغانی ما سهم بسیار بزرگی در حفظ و اشاعه زبان و فرهنگ فارسی داشته و دارد و میبایستی از پاسداری شعر و ادب و فرهنگ
غنی پارسی توسط آنها قدردانی بکنیم. مطلب دیگر این که این نهاد حقوقی مدنی پای گرفته توسط زنان مبارز و آزادیخواه پاکستان که نامش سیمرغ است و حتی آرم آنها نوشته سیمرغ به خط زیبای پارسی است که به صورت عمودی نوشته شده و نمودار ایستایی و برخواستن آنان است و در حال حاضر همون گونه که ذکر شد به صورت بین المللی نهادینه شده این سازمان. تا جایی که نماینده ملکه انگلیس که یک قاضی عالی رتبه است در تکامل اهداف و برنامه های این سازمان تلاش بسیار کرده. مطلب از اینها مهمتر، قانون برای اولین بار در تاریخ زندگی بشر توسط حمورابی نوشته شده که لوح مربوطه به آن در حفاری شوش به دست آمده، مربوط به 1900 سال قبل، یعنی در حدود 4000 سال 1900 سال قبل از میلاد مسیح که میشه در حدود 4000 سال قبل. یعنی قانون در واقع توسط قسمتی که بخشی از اون غرب ایران، غرب و جنوب غربی ایران بوده نوشته شده. در آن زمان حمورابی اصول قانون را تدوین کرد در مزوپوتامیا که منطقه شامل از شوش و غرب ایران کنونی تا بابل، عراق فعلی بوده و بسیار حائز اهمیت است که بایستی عرض کنم اقوام ایرانی که در غرب ایران به اطراف کوههای زاگرس زندگی میکردند به نام کسایدها و در واقع پیشینیان همون افرادی هستند که الان در غرب ایران زندگی میکنند، کسایدها خوانده میشدند. این افراد در به منطقه بین النهرین رفتن، یعنی عراق کنونی، و با علم و تجربه و تمدنی که از پیشینه خودشون داشتن در غرب ایران زندگی میکردن، اولین حکومت بابل رو تشکیل دادند و تمدن بابل همونطور که میدونید یکی از باشکوه ترین تمدن‌های جهان هست بوده و هست. این تمدن در این منطقه در مقاطع بسیاری از تاریخ پاره ای از تن کشور ما بوده و مردمان آن خواهران و برادران ما بودند و هستند و بعدها با اعراب ترکیب شدند. اگر ایرانیان و یا آنهایی که قطره ای از خون ایرانی از نسل‌های پیشین در رگ‌هایشان جریان دارد، از ملت‌های مظلوم و تحت ستم و یا زنان اسیر و اسیر قید و بندهای کهنه ارتجاع دفاع می‌کنند، دلیلش این است که در نوارهای حافظه تک تک سلول‌های ما این اطلاعات و این منطق حفظ شده و نسل به نسل منتقل گردیده است. ضمیر ناخودآگاه که از آن صحبت می شود همان اطلاعات ذخیره شده در دی ان ای است که بدون اینکه ما بدانیم چگونه از نسل های پیشین به ما منتقل شده و این دانایی ها و توانایی ها را برای ما به ارث گذارده است. در مورد سیمرغ و مواردی که به اون مربوط میشه گفتنی بسیار هست که انشالله در جلسات بعد به اون خواهم پرداخت. متشکرم. فکر میکنم که الان یک در واقع از خودتون پذیرایی بکنید تا قسمت دو بکنید. ببخشید از سال خود رو معرفی بفرمید که من علی شهیدی هستم. جناب شهیدی. من آرشیتکت هستم و ولی خب خیلی علاقه دارم به فرهنگ و هنر ایران و سالها در مورد فرهنگ و هنر ایران تحقیق آقا فرهاد شما واسه دیگه